اورینت تلویزیون اپوزیسیون سوریه گزارش کرد که در پاریس پایتخت فرانسه مقاومت ایران و جمعی از شخصیت‌های سیاسی و حقوقی برای پیدا کردن روش‌های به محاکمه کشوندن دست‌اندرکاران قتل عام سال 67 در ایران یک کنفرانس برگزار کردند. هدف از این کنفرانس ارائه مدارک به هیئت‌های حقوقی بین‌المللی برای محاکمه بعضی از سران رژیم ایران است. بهزاد نظیری زندانی سیاسی سابق و عضو کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت ایران به اورینت نیوز گفت تصمیم گرفتیم که این کنفرانس را با حضور خبرنگاران برگزار کنیم تا در مورد قتل عامی که در سال 1367 در ایران انجام شد و در آن 30,000 زندانی سیاسی به قتل رسیدند صحبت کنیم. این موضوع به نظر من همگانی است و پرونده ای تاریخی به حساب می آید و در حال حاضر نیز موضوع مهمی برای ما به حساب می آید. اخیراً عفو بین الملل از گورهای دست جمعی صحبت کرد که در ایران کشف شده است. بهزاد نظیری اضافه کرد ماه آینده که یک گردهمایی بزرگ در پاریس برگزار می شود شهدای قتل عام سال 67 در ایران گرامی داشته خواهند شد. صدها تن از شاهدان حول کشتاری که 30 سال پیش اتفاق افتاده شهادت خواهند داد. در این گردهمایی شخصیت‌های عرب و ده‌ها هزار تن از ایرانیان شرکت خواهند داشت. آنها از گوشه و کنار جهان خود را به این گردهمایی خواهند رساند. در ارتباط با اینکه همان دژخیمان که ده‌ها هزار تن از رشیدترین فرزندان مردم ایران را قتل عام کرده و همکنون مناسب کلیدی نظام ولایت فقیه را دارند، بهزاد نظیری گفت نباید فراموش کنیم که بعضی از مقام‌های سیاسی رژیم ایران در این کشتارهای ضد بشری شرکت داشتند و ما می‌بایست که این افراد را در دادگاه‌های بین‌المللی ببینیم. آنها باید بهای جنایاتی که در حق مردم ایران مرتکب شده‌اند را بپردازند. فرانسوا کلکومبه، نماینده سابق پارلمان فرانسه و رئیس گروه مطالعات خاورمیانه در حاشیه این کنفرانس گفت مانند تمامی کشورهایی که در آنها قتل عام‌هایی صورت گرفته، ایرانی‌ها هم می‌بایست تمامی کسانی که در این قتل عام دست داشته‌اند را به دادگاه‌های بین‌المللی بسپارند تا از جنایتکاران حسابرسی شود. این رژیم می‌بایست تلاش کند تا واقعیت را بگوید و این خواسته جوانان ایرانی در خیابان‌ها و دانشگاه هاست و زمانی که جوانان تلاش می‌کنند و از مقام‌های رژیم ایران سوال می‌کنند پاسخ روشن نمی‌گیرند، چرا که آنها خود در سرکوب و ظلم شرکت داشتند. در این کنفرانس طاهر بومدرا رئیس پیشین دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در عراق درباره قتل عام 30,000 زندانی سیاسی و دستگیر شدگان قیام ایران گفت جنایاتی که در ایران شده جنایت علیه بشریت به حساب می آیند. رژیم آخوندی در ایران بدون هیچ محاکمه‌ای و اتهامات روشنی زندانیان سیاسی را کشتار کرده است.